بسم الله الرحمن الرحیم. فارماکولوژی تیری آنتی هلمنتیک دراگ. جنرال فکس. استیشنز آف دی دیولوپمنت آر اگ، لارو، لاروا اند ادالت ورم. دیولوپمنت هلمنتیک یا کرم ها اول تخمن، بعد لاروان، بعد ادالت ورم کرم باله. They enter the body through penetration, the skin or intestinal wall. They live in a certain part of the body. The severity of the symptoms depends on the number of the worms. General symptoms is fever, low temperature, constant fever and eosinophilia. یعنی اسیدوست شدن پوست. Fever, low temperature, constant fever. گفته low temperature, constant fever. یعنی چه؟ اگه خب low temperature و چرا constant fever. بعد گفته آنتی هلمنتیک دراگ ها can kill the maggots or oust or oust them out. واو maggots. So they decrease the number of the worm. مثلا آنتی هلمنتیک ها یا میکشن کرما رو یا تعدادش رو کمتر میکنن، در کل تعداد کرما رو کم میکنن، درسته؟ target biochemical function neuromuscular coordination carbohydrate synthesis integration of microtubule. پس آنتی هلمنتیک ها بایوکیمیکال فانکشنشون چیه؟ نوروماسکولار کوردینیشن، کربوهیدرات سینتزیز، اوکی؟ بعد گفته که اینتگریشن آف مایکروتوبول اند دی آر ایمپورتنت این دی امبدینگ آف اگ، یعنی دیولوپمنت آف دی لاروای. میکروتوبول ها مهم هستن برای امبد شدن اگ و دیولوپمنت کردن لارف. حالا اگه ما این اینتگریشنشون رو اینهیبیت کنیم، تارگت قرار بدیم، دیگه رشد نمیکنن. تارگت تراپی ایز نیدد. تگو تارگت تراپی ایز نیدد. کلاسیفیکیشن نماتودز اور راند ورم. نماتود ها یا کرم های حلقوی، آن لایک فلت ورم، برخلاف کرم های پهن، نماتودز هاو توبولار دایجستیو سیستم. نماتود ها توبولار دایجستیو سیستم ندارن. نماتود ها سر دارن، نماتود ها حس بینایی یا چشایی دارن، خب بعد اون شاخک های سر سنسوریشون هست. مدفوع دارن، دستگاه گوارش دارن. از مثلا فرض کن دست ما الان یه نماتود یه کرم حلقوی، این سرشه، این مدفوعش، اوروفکالشه، اوکی؟ بعد تمام اینجا هم که بدنش که سگمنت سگمنته، یعنی دایره دایره است، وسطش هم یک لوله الایمنتاری ترکته. آفرین، الایمنتاری ترک. تنفسشون هم که پوستی و سطحی و اینجا این چیز هست. آن لایک، حالا برخلا، حالا فلت ورم چه شکلیه؟ فرض کن این کبریت یه صفحه کاغذش رو نه این ورشه، اینا در نظر بگی، لایه کاغذ هایی میشه فلت ورم. بعد فلت ورم اینقدر میپیچن، نازک هنی میپیچن. نماتودز have a tubular digestive system with opening at both end، یعنی اوروفکال، مثل حالت دهان و مدفوع. نماتودز commonly parasitic on human include آسکارید. نماتود هایی که حالت ببین تمام کرم ها انگل نیستن. اگر کرمی مضر باشه بهش میگیم پارازیت، اوکی؟ حالا میگه نماتود ها بیشترشون commonly parasitic هن on human include آسکارید یا آسکاریس، فیلاریاس، هوک ورمز، پین ورمز، انتروبیوس اند ویپ ورمز. پس چند تا نماتود نام ببر؟ آسکاریدیس، آسکاریدیس به فارسی، یا آسکاریدز یا آسکاریس، فیلیاریس، هوک ورم کرمای قلابی، پین ورمز کرمای میخی شکل با نام علمی انتروبیوس اند ویپ ورمز، یا نام علمی ویپ ورم هست تریکوریس، تریکوریا، تریکوریس، تریکوریا. The species of تریکینلا اسپیرالیس. بگو تریکینلا اسپیرالیس commonly known as the تریکینا ورم، که معمولا شناخته میشه به نام چی؟ تریکینا ورم. Occur in rats, pigs and humans and is responsible for the disease تریکینوزیس. پس یه کرمی هست، یه گونه ای هست از کرم به نام تریکینلا اسپیرالیس، commonly known as the تریکینا ورم، occur in the rat و pig و human and is responsible for the disease تریکینوزیس. rat pig human. حالا ترماتود اور فلت ورم. پس نماتود میشه چی؟ نماتود ها میشه راند ورم. نماتود میشه راند ورم. کرمای رات و انسان میشه چیه؟ تریکونوزیس. اینا همه نماتودن، اینا همه با هم دیگه نماتودن. آسکاری، فیلیاری، هوک ورم، ویپ ورم، تریکینلا، پیگی ورم، من بیماری تریکونوزیس که به خاطر تریکینلا اسپیرالیس ایجاد میشه، همه نماتود بودن. حالا اینو سر فلت ورم ها، کرم های پهن،
گفته اسم دیگه شون هست ترماتود. به جای نماتود میگیم دفعه چی؟ ترماتود. For example شیزوستومیازیس. بگو شیزوستومیازیس. شیزو شیزتوسمیازیس. نه شیزتوزومیازیس. شیزتوزومیازیس. شیستو ببین من شیستومیازیس به فارسی میشه شیستومیازیس. خب حالا به انگلیسی شیستوزومیازیس. شیستوزومیازیس بگو. شیستوزو میازیز. شیستوزو 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 میازیز. اوکی شیستوزو میازیز. بعد گفته که کجا بودم؟ اینا ترماتو تموم شد. فور اگزمپل شیستوزو میازیز تموم شد. حالا بریم سر سستوت ها. سر چی؟ سستوت اور تیپ ورم. کرمای نواری شکل. کرمای چی؟ نواری شکل. several species parasite human after being consumed is under prepared meat. وقتی که گوشت نپخته خورده بشه. such as pork, taenia solium, taenia که و توی این تو پورک که هست taenia solium. توی بیف taenia saginita. and fish diphyllobotrium species or in food prepared in condition of poor hygiene hymenolepis species or echinococcus species. Taenia saginata the beef tape form kangaroo up to 20 meter 65 feet میشه. Taenia saginata که توی بیفه که یه نوع بیفره کنگورو up to 20 میتر. تنیا سولیوم که تو پرکه کاز سیستی سروزیز. سیستی سرکوزیز واسه سیستی سرکوزیز میشه. اکینوکوکوس گران کن فرم هیداتیت سیست. اکینوکوکوس نه که تو غذاهای فودایی که پریپر شدن با پور هایجین یا هایمنولپسیس اسپسیس دارن یا اکینوکوکوس اسپسیس. حالا اکینوکوکوس اسپسیس باعث ایجاد هیداتیت کیست میشه. کیستای هیداتیتی. خیلی اسمای زیادیه. تانیا سولیون همه چی بودن؟ سستود یا تیپ ورم. یه سستود داشتیم. سستود داشتیم. سستود. ترماتود. 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 نماتود. نماتود. ترماتود. سستود. نماتودها. نماتودها داروی علیهشون هست بنز ایمیدازول. بگو بنز ایمیدازول. چجوری؟ they bond to the beta tubulin of the microtubules so their polymerization will be hindered. مثل آلبندازول. مثل چی؟ آلبندازول. اسپکتروم آلبندازول. انتروبیوس ورمیکولاریس لومبریکوئیدیس آنکیلوستوما دئودناله. آنکیلوستوما دئودناله نکاتور آمریکانوس تریکوریس تریکونیرا. نه تریکوریس تریکوریا. روی این اسپکترومش روی این هست. It's given orally, it's excreted mainly with urine. Dose 400 میلیگرم for 2-3 روز. The administration of it is forbidden in pregnancy. 400 میلیگرم برای 2-3 روز. آلبندازول علیه چی هست؟ کرمایه نماتولی. با میشه تو میکروتوبول ها؟ یا بتا توبول؟ با بتا توبولین. بتا توبولین؟ بانجه با بتا توبولین میکروتوبول بعد از پلیمریزیشنش اینهیبیت میکنه. گفتیم برای پلیمریزیشن برای چی احتیاجه؟ که اگ تبدیل بشه به لارف توی نماتوتا. اگ بشه لارف هم قبلش گفت. اگ برای اگ وقتی میخواد گروس پیدا کنه بشه لارف احتیاج به میکروتوبول ها داره دیگه. نداره دیگه اینهیبیت میشه. مبندازول. بنز ایمیدازول بعدی اسمش چیه؟ مبندازول. مبندازول اسپکترومش از انتروبیوس تریکوریس تریکچینلا تریچینلا اسپیرالیس که گفتیم تریکینوزیز میده و آسکاریس. It's administered orally. The drug is metabolized in the liver, is excreted mainly with the urine, the remaining part with the bile. همه اینا مکانیزمشون هم بتا توبولین الان تو نگفتم همشون همونن دیگه. بله همشون همونه. جی آی ساید افکت مبندازول آر کامن. پس ببین جی آی ساید افکت داره، اگه کسی جی آی پرابلم داره نخوره، چون متابولیسم میشه تو لیور. کسی که لیور پرابلم داره نخوره. درسته. دوزش 2 تایمز 100 میلی گرم فور 3 دیز. 2 تا 100 میلی گرم برای 3 روز. The administration of it is forbidden. دو مرتبه این پریگنانسی. مبندازول. مبندازول. بنزیمیدازول بعدی هست تیابندازول.
چی؟ آل بندازول. م بندازول تیا بندازول. کیو بندازول ببین؟ کیو بندازول. اول آل بندازول. بعد م بندازول. یعنی ممه رو بنداز بیرون. خب بعدیش تیا؟ نه. کجاست تیا؟ نمیدونم. هان تیا. تیا اصلا اون دختره بود. تیا رو بنداز. تیا رو بندازیم به اون. اسپکتروم ایتس آنتی پایرتیک اند آنتی فونگال تو. هم آنتی هلمنتیکه، هم آنتی پایرتیکه، هم آنتی فونگاله. استرانگیلو ایدوزیز استرکورالیس. اسپکترومش اینه. استرانگیلو ایدوزیز استرکورالیس تریکینوزیز. If there is no other effective drug برای آسکاریس و تریکوریس و انتروبیوس ورمیکولاریس هم استفاده میشه. The medicine is absorbed from the gut well. It also reaches to the skin. It's metabolized in the liver and it's excreted with the urine. مدیسنش از گات جذب میشه. It also reaches to the skin. تا حتی تا سطح پوست هم میاد. چه جالبه ها. It's metabolized in the liver and it's excreted with the urine. General GI side effects are common. دوزش 25 میلی گرم پر بادی کیلوگرم. تو پرودی for 2 days دو بار یعنی ببین مثلا 700 کیلو یارو 250 میلی گرم وقت باید بخوره، نه 2500 میلی گرم باید بخوره دو بار در روز برای دو روز. دو بار در روز برای دو روز 25 میلی گرم به ازای هر تیابندازول آلبندازول. حالا پیرانتل پاموئید، بگو پیرانتل پاموئید. من بازم رو چک بکنم. ای خدا، اوه رفرش شد. حمله مهیب میرد ریفرش شد بازی. اتم به اتم پیرانتل پاموئید. اینو بزن بزن به صدا بیاد پایین. این؟ اون. این؟ همین اون. بزن دیگه. آفرین. پیرانتل پاموئید این شکلیه. پیرانتل پاموئید اسپکترومش هست انتروبیوس، آسکاریس، آسکاریس دئودناله، نکاتور آمریکانوس، نماتودها و نه نکاتورهای آمریکانوس. پیرانتل پاموئید، بگو پیرانتل پاموئید. مکانیسم آف اکشن ده دراگ همپرز ده استیل کولین استریز انزایم. حمله میکنه یا همپر. لغت همپر یعنی چی؟ یا من یه باگت دوباره باگت تو اکسل دوباره اینو بزن اینو اوپنش کن این الیت باراکه اینا رو این سازه اینو خیلی خفنه اینا باید ببین خیلی باید نشه فقط لند و ایره و فست خیلی ویری فست این فسته ولی اینی که من الان چند دمیج میزنه به اینجوری ببین این الان ویری فست 35 دمیج میزنه بعد اینا این از من دو هشت شده من دفعه بخفر نگید نه سه دارم این خیلی دارم چیزه خواهی بزنم اینا چیز کنم بسازه چجوری بزنی؟ بعد آپگریدش کنم نداری که چرا کارگرم آزاد میشه دست ساعت دیگه اونجا آزاد میشه بزن دیگه اگه خوبی بزن بگم دست بخوری نه همپر یعنی چی همپر یعنی مانع شدن از کار باز داشتن همپر اوکی داره میگه که پیرانتل پاموئید همپر دی استیل کولین استرز انزایم یعنی از کار میندازه استیل کولین استراز اون وقت استیل کولین استراز که از بین بره دیگه استیل کولین ایجاد نمیشه درسته ایت آلسو بلاک دی پولاریزیشن این دی نوروماسکولار جانکشن باعث دی پولاریزیشن میشه ببین ما یه استیل کولین استراز از بین میبره استیل کولینا
این گفته چی؟ اسیتیلکولین استراز کار این آنزیم چی؟ اسیتیلکولین از بین میبره. از بین میبره. در نتیجه اگه بلاک بشه دیگه اسیتیلکولین از بین نمیره. اسیتیلکولین که زیاد شه حالت پاراسمپاتیک ایجاد میشه. داره میگه که بلاک میکنه دپولاریزیشن رد نوروماسکولار جانکشن رو. لیدینگ تو اسپاستیک پارالایزیس دیو تو دی کانستانت اکتیویشن اف نیکوتینیک ریسپتور. چون کانستانتلی داره اکتیو میشه چون اسیتیلکولین زیاد شده. کانستانتلی داره اکتیو میشه نیکوتین ریسپتور اسپاستیک پارالایزیس. پارالایز میشه به صورت چی؟ اسپاستیک. چون زیادی اسیتیلکولین زیاد شده. کانستانتلی داره نیکوتین ریسپتور. دقیقاً. بعد گفته که this has the result of causing the worm to lose its grip. در نتیجه وقتی اسپاستیک پارالایزیس بشه worm lose its grip. grip یعنی که این کرم که اینجوری اینجوری راه میره میخزه ها اینجوری اینجوری میگن کرمانه راه رفتن کرمانه راه رفتن میشه grip. اوکی میگه worm lose to grip دیگه کرم نمیتونه بره ماهیچه اسپاستیک شده ماهیچه پارالایز شده on the intestinal wall توی دیوارهای intestinal and be passed out of the system by natural process و با همون سیستم defecation و peristaltic movement ها میاد خودش دیگه بیرون the medicine is administered orally in a dose of 11 میلیگرم پر کیلوگرم general GI side effects are common with vertigo drowsiness and headache اسمش چی بود؟ پیرانتل پاموئید بگو پیرانتل پاموئید ما هنوز تو نماتو داییم بعدی پایپرازین این هم شکل حلقشه شیزلی دوتا نیتروژن هیچی نداره پایپرازین مکانیسم آف اکشن ایت اینهیبیت ده افکت آف اسیتیلکولین این ده موتور اند پلیت کازینگ ده پارالایزیز آف ده هلمینز ده هف ده بادی ویت ده پیریستالتیک موومنت آف ده گات پایپرازین اینهیبیت میکنه اثر اسیتیلکولینا این ده موتور اند پلیت اثر اسیتیلکولین در موتور اند پلیت ها چی کار میکنه؟ بگو اینهیبیت میکنه یعنی چی؟ افکت آف ده اسیتیلکولین ده موتور اند پلیت ها اینهیبیت میکنه بعد گفته کازینگ پارالایزیز آف ده هلمینت در نتیجه ماهیچه های هلمینت هم چیز میشن پارالایز میشن پس هلمینت نمیتونه چیز بکنه راه بره گریپ کنه به این دلیل میاد بیرون جالب شد They leave the body with the peristaltic movement of the gut. اسپکتروم پایپرازین انتروبیوس و آسکاریسه it's absorbed well from the intestine dose 70 میلیگرم پر کیلوگرم rarely the drug has neurotoxic side effectش neurotoxicity پایپرازین ولی کلن inhibit میکنه effect acetylcholine in the motor and plate causing the paralysis of the helamine they leave the body with the peristaltic movement of the gut زد انتروبیوس و آسکاریسه دیتیل کربامازین مگو دیتیل کربامازین اسم بالا یه شود پایپرازین حالا کربامازین نه با دیتیل ایتس پایپرازین دریویتیو اسپکترومش هست لوالوا ووشر ریا بانکروفتی بگو ووشر ریا بانکروفتی the worm become disabled half lifeش هست from 2 to 10 hours دوزش هست 3 تا 50 میلی گرمی the drug is excreted with urine بگو the drug is excreted with urine half lifeش هم هست 2 تا 10 ساعت دوزش هست 3 تا 50 میلی گرمی the drug is excreted with urine بعدی داری بعدی ایورمکتین Ivermectin. It's a semi-synthetic macrocyclic lactone spectrum. Esterongiloidosis. همون بالا. اونم یه بار. نه این استرانگ نمیدونم. لالوام هست. دو مرتبه اون ووشره ریا بانکروفتی هم هست. یعنی ایور لوالوها کرمه این لوالوها رو یادته Strong Eloidiasis ویکی‌پدیا در این رابطه چی گفته؟
گفت اینجا گفته که استرانگ ایلو ایدیازیز is a human spastic disease caused by nematode. استرانگ ایلو ایدیازیز استرکورالیز sometimes ایشون it can cause a number of symptoms in people, principally skin symptoms, abdominal pain, diarrhea and weight loss. Weight loss in some people, particularly those who require corticosteroid or other immunosuppressive medication, esteroangyloidosis can cause hyperinfection syndrome that can lead to death if untreated. The diagnosis is made by blood and stool test. The drug ivermectin is widely used in the treatment of the esteroangyloidosis. داروی ایورمکتین استفاده میشه. خب من رفتم اینجا اینو در آوردم یادم رفت. این ایورمکتینه، این شکل ایورمکتین، بگو ایورمکتین، اینجا به فارسی نوشته ایفرمکتین، پس این ف تلفظ میشه. داروی گسترده طیف ضد انگل از جنس ایورمکتین است. این دارو کرمهای عامل استرانگلویدیازیز درون روده را هدف قرار داده و آن را نابود میسازد. همین فقط گفت. پس بگو اسپکتروم استرانگ ایلویدیازیز لولا لولا و وشریه را بنکروفتی. حالا من آخر سر که فیلم تموم شد اینا رو همه را با عکساش نشونت میدم. من تو انگل شناسی خیلی واردم. It increase the intensity of GABA signal transduction so the worm will be paralyzed. هر جهت ایشالله خدا واسهش خوب بخواد. یه استادی داشتیم دکتر محزونیه ایران، خب فوق تخصص انگل شناسیش آمریکا گرفته بود. ببین نمیدون چقدر قشنگ درس میداد. کرما رو میمد سر کلاس بود، دو تا دست رو تخت سیاه میکشید، بعد اسلایدار رو میذاشت زیر میکروسکوپ، دونت نمیدون چقدر نگاه میکردیم، میگفت دیدین چه خوشگله دخترای گلم، پسرای گلم، حالا این باعث این بیماری های زشت میشه. بعد من با موبایل دوربین گرفته بودم، آقا رفتم با دوربین از تو میکروسکوپ و عکس میگرفتم، اینقدر عکس های قشنگ میدارم الان از توش تمام کرما رو تقویت شده عکس گرفتم. بعد عکس اون دادم به دکتر مهدانی، چقدر خوشش من پیر مرد، خیلی مرد و حالی بود، خیلی اسپانی هم بود. خب ایورمکتین is a semi-synthetic macrocyclic lactone که دیدی الان شکلش هم macrocyclic خیلی بزرگ بود. لاکتون داره، لاکتون یعنی سیکلیک استر. بعد اسپکترومش استرانگ ایلو ایدیازیز، تلفظ کن استرانگ قوی، ایلو ایدیازیز، استرانگ ایلو ایدیازیز. حالا چرا میگم ایلو ایدیازیز؟ چون ایل کشی میکنه این تو بدنمون، یه عالمه ویت لاس و ابدومینال پین و دیاره ها میده. لولا لولا لوالوا و ووشر یا بنکروفتی. It increase the intensity of GABA signal transduction so the worm will be paralyzed. The drug is given orally. It does not enter the CNS but in a little amount it reaches into the eye. دارو اورالی داده میشه، اینتر وارد سی ان اس میشه، بات این ا لیتل امان ایت ریتس اینتو دی آی. اگه دارو دوزش کم باشه به چشم میرسه ولی دازن اینتر تو سی ان اس. چرا؟ چون ماکروسیکلیک بود، خیلی بزرگ بود. خب این لوالو چرا میگه به چشم میرسه؟ چون لوالو آ کرمیه که تو چشم میره. خب میدونی دارم چیه میگم؟ نماتودیه که تو چشم روشن میکنه. واقعا خیلی بچه بچه های اکس ها اشتباه گرفتن. آیدا آمده میگفت تبریک میگم تموم شده، بسر تموم نشده از این زمان نیست. آتا نوشتی فایلان دام، من اون درس ها نوشتم، همه را که ننوشتم که. خب
فارسی که نداره اینجا اصلا هیچی. لالو نگاه کن اینه، ببینی لالو رو دیدی تو چشم میره؟ اون وقت ایورمکتین با دوز کم میتونه بتونه اینه بره در بیاره، تو CNS وارد نمیشه، میره اینا از تو چشم در میاره. گفتم نه بلد بودم، اینم چیزشه، اینم چرخ زندگیشه. چیزشو زده بالا کجا رفته؟ این این خیلی افتضاح. خب بعد یاد گرفتی الان اینا؟ اینا همشون از نوع چیز هم اینا الان ایورمکتین بودین. ایورمکتین بگو، داروی ایورمکتین همین که داروی ایورمکتین داروی نه همشون چیزن نماتودن داروشون جزش نه بنزمیدازول همون سه تا آزول بود، آلبندازول، مبندازول، تیا بندازول. نه بنزمیدازول این تموش، اینا سه تا دارو بودن. هایپرازین نامشون نه فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اینجا تو ایورمکتین تو الان هایپرازین میبینی تو این ساختا نمیبینی، ولی یا عالمه سیکلیک استرها و لاکتوماکتون داریم میبینیم اینجا. گرفت شد؟ همین. حالا میگه که لوامیزول، بگو لوامیزول مکانیسم آف اکشن ایتس اکت از دپولارایزینگ نورومسکولار بلاکینگ ایجنت دیر بای کازینگ سادن کانترکشن فالود بای پارالایزیز آف ده هلمینز اسپکتروم آسکاریس اسپیسیز ده دراگ ایز گیون اورالی دوز ایز 150 میلی گرم دیلی ایت ایز متابولایز این ده لیور ایت پس ترو ده بلاد برین بریر ده مدیسین ایز اکسکریتد وید ده یورین. مکانیسم اکشن لوامیزولو بگو. مکانیسم آف اکشن ایت اکت از دپولارایزینگ نورومسکولار بلاکینگ ایجنت. دپولارایزینگ نورومسکولار چجوری؟ رو کی؟ رو بدن کرمه یه نماتودی. دپولارایزینگ نورومسکولار ایجنت رو بدن که اسپاستیک پارالایزیز بشه با پریستالتیک موومنت بازم بیاد بیرون. دیر بای کازینگ سادن کانترکشن فالود بای پارالایزیز آف ده هلمین. هلمین تا پارالایز میکنه. اسپکتروم آسکاریس اسپیسیز ده دراگ ایز گیون اورالی 250 میلی گرم دیلی ایت متابولایز این دلیور ایت پاس ده بلاد برین بریر ده مدیسین ایز اکسکریتد وید ده یورین. خیلی مهمه، لوامیزول از بلاد برین بریر رد میشه. حالا اگه نمیخوایم رد بشه استفاده نکن، اگه کرم تو مغز استفاده بکن. اونتا نه کرم تو مغز که نمیره که. حالا سورامین داروی بعدی چیه؟ کرم تو مغز استفاده نکن. چرا بکن؟ چون برین بریر پس ایت پس ده بلد بره. سورامین سورامین is a derivative of urea. Mechanism of action it hinders several enzymes and it damages the structure of intracellular membrane. سورامین مکانیسم آف اکشن ایت هیندر ده سیورال انزایم اند ایت دمیج ده استراکچر آف اینتراسلولار ممبرین. اینتراسلولار ممبرین که از بین میبره؟ کرمو. سیورال انزایما را هیندر میکنه تو چی؟ تو کرمه. اسپکتروم اونکوسرکا وولولوس. اونکوسرکا وولولوس ایتس اونلی گیون آی وی، هالف لایفش 48 ساعته، دو روز. ساید افکت فاتیگ، فیور، هدک، PU. It does not penetrate well to CNS. The dosage range from 1.5 gram to 1 gram. Good side effect: fatigue, fever, headache. It does not penetrate well to the CNS. The dosage range from 1.5 gram to 1 gram. The administration can be repeated in every third month. Administrationش میتونه ریپیت بشه هر third month. سه ماه. جالبه ها. جالب نبود؟ این شکل داروه. هیچی دیگه هم نداره. برند نیمش هم هست جرمانین. جرمانین علیه این کرمه اون سرکونیازی علیه پروتوزوان بود. جالبه.
ریور بلیندر انجام میشه. ظاهرم اینجا الان دارم یکی که سورامین فقط آنتی هلمنتیک نیست، زده پروتوزوهایی به نام تریپانوزومیست که با فیلیفیلی ایجاد میشه هم هست. مگه تسه مگه تریپانوزومیازیز نمیداد یا اسلیپ سیکنس سیندروم، سندروم خواب؟ خب دارم که علیه اون هست، یوز فور د تریتمنت اف اسلیپینگ سیکنس هلمنتیک اودر ایت هاز بین اینوستیگیتد از ا تریتمنت فور د پروستات کانسر هم هست. Also, سورامین as a treatment for autism is being evaluated. برای درمان اوتیسم هم هست. این گوش ها اینا مشکل داره. چون که داره میگه که از بلاد برین بریر، نه اینه اونا نمیگه. کلن تو کرما علیه کیه؟ اونکو سرکا وولولوس. بگو اونکو سرکا وولولوس. اونکو سرکا وولولوس چیه؟ کرمیه که سورامین علیه اینه. فرمش فقط تزریقیه. سورامین it's only given IV. It does not penetrate well to CNS. تو مغز نمیره. The dosage range 1 دهم گرم تا 1 گرمه. ادمینیستریشن هر 3 ماه میتونه تکرار بشه. بفنیوم هیدروکسی نفتوئید. بگو بفنیوم هیدروکسی نفتوئید. It's a quaternary ammonium derivative. Mechanism of action. It blocks the neuromuscular junction and it leads to the relaxation of the nematodes muscle. Mechanism of action بفنیوم رو توضیح بده. اولا کواترناری آمینه، یه کواترناری آمینه باره چی داره؟ مثبت داره. میگه بلاک میکنه نورومسکولار جانکشن دو مرتبه، یعنی بیشتری نماز داره همینجوشن میشه، فقط یکیشون به سل ممبرین آسیب زد. اوکی ایت بلاکس دی نورومسکولار جانکشن اند ایت لید تو دی ریلکسیشن اف دی نماتود ماسل. اسپکتروم آسکاریازیس آنکیلوستوما دئودناله و آمریکانوس نکتار. نگفت نکتاره اونجا یه جوری نشو نکتار آمریکانوس. اینم اسپکت آسکاریس خودمونه، کرم آسکاریس ان آنکیلوستوما دئودنال. آسکاریس خودمون یعنی چی؟ آسکاریس خونه همی داریم دارم بچه‌ها. بفنیوم هیدروکسی نفتوئید کواترناری آمینه. خب داروهای نماتودا تموم شد. دراگ اگینست تریماتود، داروهای علیه چی؟ تریماتود. اگه من این بازی رو ول می‌کردم چم دیگه اینترنت قطع میشه خیالت. فقط هر چی فایل لیل رو دانلود کنی داشته باشی. چرا اینترنت قطع میشه؟ پوچه نده. چرا علکی میگی؟ شاله که قطع شد. لال شی تو ایشالله اینجوری گفت. دراگ اگینست تریماتود، داروی هست به نام پرازی کوانتل. بگو پرازی کوانتل. کاز اسپاستیک پارالایزیز دیو تو دی اینکریز پرمابیلیتی آف دی ورمز ممبرین توارد کلسیوم آیون. دراگ اگینست تریماتود، تریماتود ها همون کرمای چی بودن؟ فلت بودن. میگه داروی هست به نام پرازی کوانتل. بگو پرازی کوانتل. کاز دی اسپاستیک پارالایزیس دیو تو دی اینکریز پرمابیلیتی اف دی ورم. پرمابیلیتی تو ورم زیاد میکنه، اون وقت اسپاستیک پارالایزیس تو بدن کرم فلت اتفاق میفته. تو وارد کلسیوم آیون. کلسیوم آیون ها پرمابیلیتی به کلسیوم آیون دارن، کلسیوم وارد میشن کانترکشن اتفاق میفته میشه پارالایزیس، اسپاستیک پارالایزیس. درسته. اسپکتروم شیستوزومیازیس. شیستوزومیازیس سیورال فلت اور تیپ ورم ها. این دارو فقط برای فلت ورم نیست، برای تیپ ورم هست. بعد میگه که پرازی کوانتل پس بلاد برن بریر ایت کن بی گیون این نورو سیستی سرکوزیز. بگو نورو سیستی سرکوزیز. ایتس متابولایز این دی لیور، ایتس اکسکریته ترو دی کیدنی. دوزش 3 تا 20 میلی گرم پر کیلوگرمه. دی ادمنستریشن اف ایتس از فوربیدن این دی پرگننسی. تجویزش ممنوعه در چی؟ حاملگی. پرازی کوانتل. The administration of it is forbidden in the pregnancy. It's metabolized in the liver. It's excreted through the kidney.
دوزش هم 3 تا 20 میلی گرمی متابولیزم دیگه پس میکنه بلاد برین بری رو ادمنستریشن فور بلاد در پرگنانسی چون همجوری بلاد برین رو رد میکنه حتما پلاسنتا هم رد میکنه دیگه. اینم پرازی کوانتل خدا قیافه شما. آره پرازی کوانتل برای علیه ترماتوت ها پرازی کوانتل. اوکسام نیکوین اینجوری بهتره بگیم اوکسام نیکوین is a potent single dose agent for treatment of S. Mansoni infection. S. Mansoni حالا یعنی چی؟ بعد این من and it caused the worm to shift from mesenteric vein to the liver. باعث میشه که کرم از mesenteric بره کجا به لیور. پاچ رو بسید تکوند لطفا. این الان شکل اس منزونیه. میبینی شکلش رو؟ ها شیزوستوما منزونی دیگه. بعد این شیزوستوما هم تو ژاپن بوده و از صدف و ساحل و این چیزا میمده. Parasite of human is a trematode. This is one of the major agents of the disease of schizostomiasis. بذار من اینو بزنم اینجا فارسیش ایشالا همون که گوه از سویله مگه همون نیستش اون شیزستومی این الان شکلشه این دوندونی میشه پوست شیستوزومیازیز اینجوری تلفظ فارسی شیستوزومیازیز شیستوزومیازیز یا تب حلزون گاهی یک بیماری شغل در روز دوام میشه در افرادی که به علت شغل به دلیل نبود آب بهداشتی برای شستشو و همو از آب غیر سالم استفاده میکنن دیده میشود. عامل بیماری انگل های از سرده شیستوزوما از خانواده تروماتوتا میباشن. هرچند میزان مرگ این بیماری اندک است ولی میتواند به کودکان آسیب برساند. 5 گونه انگلش وجود داره که در ایران تنها یک نوع آن شایعه به نام هماتوبیوم شیستوزوما که نوع ادراریشه شیستوزوما ژاپونیکوم هم گفتم از ژاپنیه در آسیا جنوب شرقی شایعه. انتقال بیماری شیستوزوما به دلیل وفور حلزون تو ژاپن میزبان واسط در اواخر بهار و اوایل تابستان بیشتر در این فصل شیستوزومیاز پس از مالاریا شایع ترین بیماری انگلی در جهانه و 207 میلیون نفر در 76 کشور جهان و عمدتا در کشورهای در حال توسعه مبتلا کرده. انتقال بیماری وقتی افراد آلوده ادرار خودشون در کنار آب دفع میکنن تخم انگل وارد آب میشه. انگل در بدن حلزون آب شیرین رشد و نمو کرده لارو آزاد شده و در نهایت از طریق نفوذ به پوست افرادی که وارد آب میشن رو آلوده میکنه. گرفتید شد؟ درمانش هم بر کودکان پرازی کوانتل واکسن شیستوزومیام در حال ساخته. واکسن هم دارن براش میسازن. از عوارض ناشایع این بیماری سرطان مثانه می باشد. علائم ریوی داره به صورت تنگی نفس، سرفه‌های خشک، تب نامنظم، خستگی و درد عضلانی. بعد مرحله اولش هم داره میگه با خارش و سوزش و تاول ایجاد میشه. تب نامنظم همون که اولش گفت. نره. همین یه مورد الان کم داشتیم. اینم که اینجا هیچی. خب اینا از این حالا اینا اون موقع برای داروی پرازی کوانتل بود. حالا میگه اوکسامکینین از شیستوزومیازی علیه منزونی کار میکنه. این گونش فقط infection in man and it caused the worm to shift from the mesenteric vein to the liver و باعث بشه که کرم ها از mesenteric vein برن به کبد. where the male worm are returned the female worm return to the mesenteric but can no longer release egg. The female worm return to the mesentery. کرم ماده برمیگرده به mesentery and cannot no longer release. ببین میگه که it باعث میشه که کرم ها it caused the worm to shift from mesenteric vein to liver. باعث میشه که از mesenteric vein کرم وارد کبد بشه. Where the male worm are returned the female worm return to the mesentery but can no longer release egg. میدونی منظورش چیه؟ اول یه سری ماده ها میان چیز میکنن بعد یعنی کرم ماده و نر داره تخریزی میکنن. خب این دارو باعث میشه که کرمای مرد از مزنتریک برن تو لیور. بعد میگه که ورد میل ورم آر ریترن کرمای ماده برن. وقتی که میل ورم میاد ده فیمیل ورم ریترن تو ده مزنتری باید کن نو لانگر ریلیز. اصلا نمیفهم.
اون تا جدا بشن دیگه نمیتونن. مکانیزم اف اکشنش رو گفته که ایت اتش تو دی ان ای. حالا من این داستان اینجا رو اصلا نفهمیدم. یعنی اصلا یک مینیمم نفهمیدم. فهم. خب فارسی که اصلا نداره. چه کتاب دارو ما بدی؟ کتاب دارو های جنریک تو اون اتاق آنها تو اتاق رو میری تو اتاق رو میری لایکو هست؟ کرم نداری مامان؟ آنتی هلمنتی کت بدم؟ کدومش رو بهت بدم؟ او بردم یک کتابا دیگه لایکای بیا بریم کمک بابایی کتاب پیدا کنیم کتابمو بیارم کتاب فارماکولوژی هم بیاره باره ببینم که برنگ شدی کتاب باره هم بره برداری یه میاری حجم قف گفته چی؟ اکسام میکین جلد فارماکولوژی کو؟ حالا همین جلدش، همین جلد اول جلد دوش رو میخواییم دوش کو خواهم رو میگم نمیدونم خب اصلا این کتاب تو کتاب دارو من نیست کس نردی؟ نه یعنی این دختره بود که دادا؟ دختره برده هم؟ شاید 680 وقتی نیست یعنی اون برده دیگه کسی دیگه فارماکولوژی نداشته خب اینجا در عرض 3 صفحه کتاب آنتی هلمنتیک کلن تموم شد جالب بود اینم برای خودش یه داستانی اوکسامنیکین اوکسامنیکین is active against شیستوزومیازی منزونی affecting both mature and immature form کل داستانی که میخواست بگه همین both affect both mature and immature form of this worm as of this in, of this trematode although it used how now been largely super super spread by praziquantel the mechanism of action may involve
intercalation in the DNA and its selective action may be related to the ability of the parasite to concentrate the drug. Resistance has occurred in some geographical area. It's given orally, is well absorbed and is metabolized in the gut wall and in the liver to inactive metabolites that are excreted in the urine. It has a short half-life of 1 to 2 hours and is eliminated from the plasma by 10 to 12 hours. Unwanted effects of transient dizziness and headache are reported in 30 to 95% of patients in various studies, and gastrointestinal disturbance in 10 to 20% of patients. Symptoms caused by central nervous system stimulation may occur and include hallucination and convulsion. Allergic manifestation and other symptoms which appear several days after treatment has stopped may be related to the release of a product from the dead flock. من این کتاب رو قبول دارم و لکچر معلمم بمونه واسه خودش و در کوزه آبشو بخوره. باشه، بگو باشه. اوکسامنیکین is a potent single dose agent for treatment of شیستوزومیا منزونی. هم مچورش هم این مچور منزونی. شیستوزومیازه منزونی. مکانیسم همشه it attach to the DNA. It is given orally, half-life 2.5 hours. The metabolites are excreted by the kidney. Metabolites هم excrete میشه توسط چی؟ Kidney. داروی بعدی اسمش هست بیتینول. بگو؟ بیتینول. Mechanism of action, it hinders oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation رو تو کل میریزه به هم. اسپکترومش هست فاسیکولا هپاتیکا. بگو فاسیکولا هپاتیکا. It's excreted mainly through the kidney. Side effect GI complaints, urtica, itching due to the release of antigens from the worm. چون که آنتیجن از ورم آزاد میشه علیه بیتیونول علیه بیتیونول ورم شروع میکنه آنچن آزاد کردن، وقت اورتیکاریا و ایچینگ و راشا اینا میده. کدوم ورم؟ فاسیولا هپاتیکا. بگو فاسیولا هپاتیکا. اکسیدات فسفولیشن رو کی میرزه به هم؟ بیتیونول. بیتیونول دراگ اگنس سستود ها. حالا سستود ها شدن همون تیپ ورم ها. داروی اول نیکلوزامید. بگو نیکلوزامید. مکانیسم آف اکشن نیکلوزامید on couple oxidative phosphorylation in the tapeworm. Spectrum niclosamide, it's a very broad spectrum. For example, Tania saginata and Tania solium, difilobotryum latum, hymenolepis nana, دیفیلوبوتریوم لاتوم دوزش 2 gram دیلی فور ویک. بگو 2 gram دیلی فور ویک. الکول کانسامشن از پروهیبیتد دیورینگ تریتمنت. الکول کانسامشن هم پروهیبیت شده دیورینگ تریتمنت. نه باید الکول بخوره همراه با نیکلوزامید. پس نیکلوزامید چی کار میکنه؟ اینم آنکاپل میکنه اکسیداتی فوسفوریلیشن. اکسیداتی فوسفوریلیشن میدونی یعنی چی؟ کجا اتفاق اون اکسید فسفوریلیشن؟ تو میتوکندریا. آفرین. میریزه آنکاپلش میکنه و بعد همین دیگه میریزه کرمه رو به هم. تانیا سجیناتا، تانیا سولیوم، نیکلوزامید. نیکلوزامید اکسیداتی فسفوریلیشن آنکاپل. اینم شکل نیکلوزامید. پارومایسین. بگو. پارومایسین. It's an آمینوگلیکوزاید. اسپکترومش تانیا سولیوم، ات تانیا سجیناتا، دی لاتوم، 4 to 1 gram once to treat. 4 times 1 gram once to treat. Honey, H nana, 40 milligram. علیه H nana یعنی هایپرومیوم. هایپرومیوم. اینجا اسمشو گفته. هایمنولپیس نانا علیه مخصوصا علیه هایمنولپیس نانا میتونیم پارومایسین بدیم 45 میلی گرم پر کیلوگرم فور ویک برای 1 هفته. دی کلروفن
دیکلوروفن is also an anti-systodal agent. اسپکترومش هست تانیا سولیوم and تانیا سجیناتا and دیلاتوم. Alcohol consumption is prohibited during treatment. The administration of it is forbidden in pregnancy. دیکلوروفن. Thank you for your attention. Administration forbidden at pregnancy. ببین تو این کتاب رنگ چی گفته؟ خلاصه بندیش دراگ یوز این هلمنتیک انفکشن.